واکنش شما رو به صحبت‌های ساعتی پیش رهبر جمهوری اسلامی بشنویم. از این جهت من این رو می‌پرسم که آیا چرخش خاصی شما می‌بینید در نوع برخورد و لحن رهبر جمهوری اسلامی، به ویژه در ارتباط با اونچه که الان در منطقه داره یک ائتلاف نسبی با تلاش‌های آمریکا و کشورهای منطقه بر علیه داعش شکل می‌گیره و گزارش‌هایی هم که الان خود مقامات ایرانی عنوان می‌کنند گونه ناامیدی شاید در چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای دیده میشه؟ به داوری من هم ایران و هم ایالات متحده آمریکا می‌دونن که همکاری بین دو کشور برای مقابله با داعش و خلافت اسلامی گریزناپذیره. من فکر میکنم که این جنگ تبلیغاتی که به راه افتاده بیشتر از این که مخاطبش طرف دیگه باشه، مخاطبش در حقیقت همسایگان ایران در منطقه، کشورهای عربی، کسانی که با در حقیقت ایالات متحده آمریکا هم پیمان شدن و از طرف دیگه البته مصرف داخلی هم داره، به خاطر پرهیز از هر گونه تنشی در این کارزاری که به راه افتاده، ایالات متحده آمریکا و ایران هر دو میخوان که به نوعی در حداقل در سطح تبلیغات هم که شده سطح رابطه دو کشور رو تقلیل بدن تا از هر گونه بروز تنش ممکن جلوگیری کنن. آقای دکتر تغیزاده، بشنویم واکنش شما رو. صحبت آقای خامنه‌ای رو شنیدید، حالا به اینم کار نداریم که در یکی دو جا خیلی با لحن تحقیرآمیزی از معاون وزارت خارجه آمریکا به عنوان اون زنه و سخنگوی وزارت خارجه به عنوان اون دختره اشاره میکنن، ولی اساسا نوع واکنش ایشون به نظر شما حاکی از یک چرخش و یک قدم به عقب هست بعد از این تلاشایی که صورت گرفت برای اینکه حتی ایران اعلام آماری کرده بود از نقل قولی که از سفیر ایران در عراق شده بود برای اینکه به ائتلاف به ضد داعش بپیوندن، و بعدم الان واکنشا که میشنوه امروز آقای یوکیو آمانو هم در گزارش آژانس از عدم همکاری کامل ایران صحبت کرد در تلاشایی که آژانس در ایران دنبال میکنه. بدون تردید اظهارات آقای خامنه ای حاکی از این است که گفتگوهایی که از چند ماه پیش بین ایران و آمریکا شروع شده بود، هدف اولیه اون نزدیکتر کردن دو کشور بود و یا به نوعی عادی تر ساختن مناسبات تهران و واشنگتن، و هدف اصلی اون خارج کردن پرونده اتمی ایران از بنبست کنونی، حالا با مشکلات جدی روبرو شده. مسئله داعش شاید یک نقطه گذره که این نارضایتی ها بخصوص از دید جمهوری اسلامی شکل گویاتری پیدا بکنه، اون رو بیشه لمسی تر و آشکارتر دید. حتی اگر جمهوری اسلامی ناراضی بود و میخواست که از این واقعه استفاده تبلیغاتی نکنه، میتونستن مراتب نارضایی رو از کانالهای دیپلماتیک منعکس بکنن. البته آقای خامنه ای مشهور به این نیست که رعایت موازین دیپلماتیک رو در اظهاراتش میکنه. همین چندی پیش یکی از اسرار اتمی ایران رو، اسرار مذاکرات محرمانه با آمریکا رو، ایشون با اعلام شمار سانتریفیوژهایی که مورد درخواست ایران هست زیر پا گذاشت، و این جزئیات که ایشون در گفتگوی اخیرش به اون اشاره میکنه به نوعی اقدام برای تحت تاثیر قرار دادن دولت آمریکاست و به نوعی بازگوی نارضایتی تهران از وضعیت کنونی مذاکرات اتمی، و بایستی متاسفانه انتظار داشت که مذاکرات اتمی حداقل در حاشیه مجمع عمومی به نتیجه لمسی منتهی نشه و رسیدن به توافق جامع در هفته های آینده هم با دشواری هایی به مراتب بیشتر از گذشته روبرو باشه. آقای تغیزاده، فکر میکنید با این شرایطی که الان توصیف کردید، ایران کماکان این تعاملات با غرب رو ادامه خواهد داد و نگاه به شرق رو بیشتر و قوی تر خواهد کرد، یا فکر میکنید اساسا الان به یه مرحله رسیدن که بحث تعامل با غرب رو به سرعت کنار خواهند گذاشت؟ سرعت کنار گذاشتن برنامه گسترش یا عادی سازی مناسبات با غرب بستگی داره به تحولات منطقه‌ای. اون چه که در عراق میگذره یکی از تئاترها یا زمینه های این تغییره که یا سرعت یا کندی دور شدن از غرب رو باید اونجا شاهد باشیم. ولی برنامه نگاه به شرق رو به نظر میرسه دولت آقای روحانی علارغم میل خودش از هفته ها قبل آغاز کرده
و حتی پیش از حضور در شانگهای و گفتگو با کشورهای عضو پیمان همکاری های امنیتی شانگهای این رو مطرح کرده بود. سفر پنج روزه ایشون به مرکز آسیای مرکزی و گفتگو با کشورهای آسیای مرکزی به صورت دو جانبه یکی از نمادهای نگاه جدی ایران به شرق دولت آقای روحانی و پیش از نگاه کردن به آسیای مرکزی و شرق آسیا، ایران این گسترش مناسبات رو در جهت توسعه روابط با مسکو تعقیب کرده بود.